جمع کردم در من بالا کوه بریم ببینیم به ویو دماوند میرسیم یه ویدیو ضبط کنیم یا نه. ببین هدف اینه که این دماونده برم یه جا به ویو خوبی از دماوند برسم و خیلی اینجا رو من قدیم اومدم خیلی ساختن همش خیابونه، نمیخوام این که مردم رد چن، با اینکه دیل بزرگی هم نیست، ملکا اینجوریه، مثلا یه زمین این شکلی و این کوها، وای 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 من عاشق این کوها، یخچالای لای یال کوها، بعد این کوه پشت این کوه دقیقا صد لاره، از اینجاها نه عقب‌تر از اینجاها به بعدش میشه رودخونه لار که پشت اینا رو تیغی بریده، یه دره خیلی چیزه. بعد این کوه ظاهرش اینه، در واقع کوه اینجوریه که دور صد لاره. این کوه بین این کوه هست و این بالاش یه جاییه که ظاهراً میشه رفت، خیلی رفتن این سخته، همش یه جاهایی خیلی شیب عمود داره، از این بغلش میشه رفت اون تو که قدیم اون گفتن این تو گنجه، باید بچه بودم رفتم اونجا هیچ کوفتی نبود، صخره‌ای بود که معلومه خدا داره دست نخورده. خلاصه منظره رو به غلام بزرگوار ویورره و مزخرف‌ترین چیزی هم که میشه دید خونه هاست، عملا هیچی نمونده. اینجا مثلا یه جا بود بهش میگفتن تک درخت، یه دونه درخت بود که زیرش چشمه بود و خیلی هم درخت جونداری بود، اصلا نیست، روش خونمونه ساختن. یه جا بود یه تپه بود که همه جا اینجوری صاف بود کوها، یه دفعه یه تپه کوچیک بود روش پر درخت بود، بعد اون حالا میبینه اصلا لودر انداختن صاف کردن، بعد بالا این یه خونه قدیمی کوچیک بود، الان لودر انداختن صاف کردن و شده این منطقه های همین پشت مشتی که میبینی صاف، اصلا تپهی به اون صورت نیست. بعد این سوراخ سنبایی اینجا پر چشمه بود، خیلی داشو بلد بودم و الان دونه دونه دارم بهشون سهم سهم نیستن خونه از روش، این خونه خیلی رو مخه، بعد خونه های زشت، یعنی هرکی شکلی یه درست کرده پرد و بلا، نه اینکه یه شکل باشه، شیطاش یکی یک مزخرف‌تره. این سنگا رو میبینین یا اینا؟ قدیما بچه که بودیم اهالی اینجا میگفتن که این نشونه است که اینجا گنجه. یه بنده خدایی بود خیلی آدم خوشقلبی هم بود، همیشه ولی دنبال گنج بود، بعد اینا رو که میدید میگفت اینجا گنجه فلانه. اینا خیلیش داستانش اینه که اینجا زیرش معدن ماسته است و خیلی چیزای دیگه، بعد اینا رو که در میارن صافی رد میکنن به کلی سنگ اینجوری میرسن که تا جایی که ماشین میاد بکن جاده تا اینجا میاد و از این به بعد دیگه حتی میشه ماشین بره، ولی میان اینجا خالی میکنن دیگه تو کو. سنگای این شکلیه یا نخاله های جای مختلفه، زیاد رفت توی چیز نه رو، بعد اینا رو هی اضافه میکنن. اون موقع هم مثلا یادم یه دونه نبود، فردا میتونیم یه دونه هست و طرف میگفت این چند هزار سال اینجا بوده ما ندیدیم. این در صورتیه که وجب به وجب اینجا رو من حفظم، وای این بچه این آویشن کوهیه، نه علف کوهیه، ولی عجب به عجب اینجا رو حفظم، زیاد چیز نیست، چیز جدیدی نمیتونه بشه. بریم ببینیم به دماوند میرسیم یا نه. این پرندهایی که بالا سرم بیشتر شبیه شاهین هم یا باز بزرگ، شاه بازی نمیدونم، ولی عقاب نیستن، عقاباش خیلی فرق داره و دقیقا خونه عقاب اینجاست. بعد اینا نه که خونه شون باشه،
همیشه خودم میبینی که یه سری خوبون دور بر هستن، اتفاق همینجوری هم ول نمیچرخم 24 ساعته و جالبه بچه دارم بزرگ میکنن، صدا بچه شونو میشنوی از اینجا. این دونه اقاباز اینجاییه که صداشون اونجا شنیده میشه. بعد میبینی نزدیک میشه اصلا میان بالا سر تو اینا و اقابن، ولی اینایی که مثل باد بادک دارن بازی میکنن رو بادا بیشتر شبیه باز و اینا میمونه، شاید هم چیز دیگه، ولی هرچه از اقاب نیست. اینه که بریم جلو این بر اینجا های سری چیزای بنفشه که شبیه گلایی که کنار آویشن در می اومد. بعد ظاهرا خیلی نزدیکه، فکر می‌کنم 20 تا نیم ساعت راه باشه همین اینجا. همون کوه هست دیگه، داریم تو دلش دیگه، ارتفاعشو نمیشه درست تشخیص داد چون داریم نزدیک میشیم. بعد این بالاهاش هم یه سری سنگه که زمستون و سرماگرما و اینا خوردش کرده، پشتم دمو بنده. این بالا اون بالای باد نبردت هم یه ویدیو ضبط کنیم با ویدیو دمو بند. و اینم این عشق حاله بی پایان، اونم جاده هرازه پشت این کوه در بارد میشه، نه اون برتره بلیز اینجا میاد چجور اون پایین و از اونجا اینجور خط میره پایین. این سنگ ها از اون سنگ های سفید انقدر بزرگه یکم، اینا رو اون دوست همون میگفتش که نشونه گنجه. نشونه گنج یه سنگ سفید این دوروبر نیست، اینا همه تقریبا همون رنگ، ولی اینا یه جوری هنه اینجا احتمالا اونی که این گنج رو قایم کرده از اینجا ها یه سری سنگ و هول داده انداخته اینجا. حالا قل میخور خیلی اینجا شبه زیاده. حالا اون گنجی که یارو واسه چند تا سنگ و هول داده با پاش انداخته یه جا وایستادن حدودا، چقدر میتونه ارزش داشته باشه؟ طرف سگشو خاک میکنه میاد یه سنگی میذاره، یه چیزی یه چوبی میکنه، اون دیگه وقتی میذاره واسه این قد وقت نداشته. قدیما وقت اختراع نشده بوده، تا شوخی میکنه اما این حرف خیلی حساب کتاب داره، واقعا ازش سر در نمیارم، بیشتر جنبه که طنز و سرگرمی داره. زنبورا دارن میزنن بر بدن. ببین این یه تیغاییه که وسطش برگای تازهی در میاد که آویشن کوهیه ایناست. اینم نبود، اینم آویشن نبود، بوش حس میکنم همیشه کنار اینا در میومد لای این تیغا، شاید هم زود انو فرستش نرسه، خیلی گلاش باحاله. بعد این دستتو بذاری این رو جر و جر شدی تیغاشو بذاری نشونت بدم چه شکلیه، یه همچین تیغاییه. بعد این تیغا خیلی باحالن، با همون پوتین دوتا بزنی زیرش در میاد و چوپونا با این آتیش روشن میکنن، خیلی هم خوب میسوزن، خیلی باحال میسوزن این تیغا. این همون گیاه هاست، حالا مال اینو گل نداده. اینجا پر از این کوه، پر این تیغا بود و کنار اینا همیشه آویشنی بود. من نمیدونم چیه قضیهش، پیدا میکنم آخرش. خب من این بالاتر، این همون جا دراتیه که گفتم میاد میاد تا اینجا، از اینجا میره ادامه. این یکی جاده سد لاره که میاد دور این کوه دور میزنه، از آره از پشت اون کوه از این خط میاد میره بالا، میره این پشت تا اون وسط ها میشه سد لار. و این زیباها بچه، این بطری با آب اینجاست، حالا بمونه که جمع میزنه به طبیعت. ولی داستان اینه که من یادم رفت آب بیارم و زیر آفتاب تشنه اینو باز کردم ببینم آبه، گفتم شانسم زده. بعد خب خیلی کار خطرناکیه آب بطری، از یکی زیر آفتاب بطری
همونجوری خطرناکه. بعد نمیدونم هم اینقدر راه بر آب پیدا کردن هست اونجوری دارم بعد نمیشه. بعد بازش هم بو کردم دیدم بوی گلاب میده و یه ذره آب لیمو، دیدم یه شربتیه که برای گرما زده نشدن و ایناست، ولی باز هم ریسکیه، نه به خاطر مسمومیتش، اصلا نمیدونیم که اینو اینجا انداخته. بعد من مثلا 20 سال این کوها نیومدم و مثلا نمیدونیم بالا یه دیدی یه سری خفگیر پاتوخ دارم، هم خبر ندارم هم تو دهنش، نه به اون دارکی، ولی کلا آدم یه چیز پیدا میکنه یه سری اصلا بعدشون میاد و این حرفا. ولی اگه مثلا من هستین که بعدتونم نمیاد از هیچی و دهنیه کیه کجا مونده فلان میخوری، باز هم خطرناکه. با همه این تفاصیل خوردن این یک کار فوق‌العاده ریسکیه همه جوره، و از اون برم میشه ساعت آب نخورده، خیلی چیز شدیم با گیاه آدم میتونه خودش رو سیراب کنه، میشه آب درست کرد با گیاه آب شفاف و باقی نمیشه. ولی داستان اینه که یه چاله میکنیم، بعد یه لیوان میذاریم توش، بعد یه کیسه فریزر میذاریم روش، یه سنگ هم میندازیم وسطش، دورش هم خاک میپیچیم که نره پایین. یعنی یه کیسه داریم که وسطش اینجوریه. حالا توی این لیوانه، دور این لیوانه تو چاله، علف ملف هر چیز سبزی و گیاه هست خورد میکنیم با دستی که دیکه میکنیم میرسیم تو چاله، وسطش لیوان، روشون کیسه‌ای که اینجوریه. زیاد هم نباید نمیخ خاکش ها نگاه کن اینجا رو، تا وقتی داریم این خاک میتابه روی این خاک گرمه، مثلا تا اینقدر گرمه، پایین تر که برید یه خنک میشه و اون کارو نمی کنه. این کیسه هم اینقدر روش خاک بریزی کافیه و میذاریم میمونه یه تایم کوتاهی بمونه، مثلا یه ساعت نیم ساعت بمونه، قشنگ آب اون گیاه بخار میشه با اون کیسه میاد تو لیوانه. بعد آروم اینو بر خاکاشو بزنی کنار، کیسه رو جمع کنی و یه لیوان آب داری. بعد حالا یه لیوان آب کی بخوری که نگاه کنه به کجا میرسه. ببینی تقریبا این بطری های نظامی، بطری های قمقم های نظامی یه در انقدی دارن که اندازه بطری خالی کنیم 24 تا این درا میشه و هر یک ساعت یه دونه این درای بطری بخورن کاملا اوکی هم و سالم میمونن تو شرط اوکی، نه اینکه فرض زنده بمونن، بدون آب دادم زنده میمونه 24 ساعت، ولی این 24 ساعت ردیف نگرد میداره. یعنی همون انزی بطری نوشابه، دو تا بطری نوشابه برای یه ساعت کافیه برای بدنی که جمع کرد باش. خلاصه خیلی هم آب اونجوری لازم نداریم، وقتی هم گیر میکنه میتونه بی خیال زیاد رویاش به اندازه زندگی. اینا خیلی باحالن. اینا یه گیاه های حالا یه گفر گل میده، بوی خاصی هم داره، خیلی محکمن اینا، یعنی اینا عمود بگیریم این راحتی کنده نمیشه. بچه که بودم تو این کوه هم بالا می دویدم می اومدم پایین و ته این دویدنه یه جایی سرعتم زیاد می شد، هیچ جورم نمی تونستم سرعتم کم کنم، لیز بخور فلان همش سنگ بود. اینا بلندتر می شه قشنگ و میاد تو دست، این چیز اینا رو هی می گرفتم و دور می شدم ولی کمی اومدم بعدی، هین دویدن اینجوری در واقع این حالت اینو می گرفتم بعدی، بعد با اینا سرعتم کم می کردم. خیلی هم پوست کلفت و سفتن. یه اسمی داره این که نمیدونم چیه، ولی اسمش به قیافه شده خیلی مهمه. بعد یه گیاهه که همجور زنگ در میاد، انگار یه کلونی درست میکنه اینجا. باحاله، خیلی باحاله. دستت حس میکنی اینجاش خوش شده.
عقاب هم در میاره این حیوانه. لامصب این هواپیما جنگنده بالا سر آدمه. این رفتارم مثلا عقاب یا آدم عقاب اگه قد و هیکلش انقدر باشه میمونه به جوانه، بعد یه آدمی میمونه مثلا 5 برابر 10 برابر خوش وزن داره، 5 برابر خوش وزن داره، نمیتونه بلندش کنه، یعنی کفتار نمیاد بالا سرش. این رفتارش بیشتر شبیه نه از این بالش هم میشه. یه جفت عقاب فیک هم مثلا اون بازار شاهین اینا اون هم صداشون شبیه هم عقابه، بعد صدای عقاب یه ذره تیزتر و بلندتره، این ذره صداشون شبیه کلاغ هم هست، واسه هم میخوره باز و اینا باشه. جای همون گیاه هست که دیدیم یعنی این میره لاسنگ به همچه حالتی درمیاد میشه. اینا یه خوش شدش دقیقا فکر کنم یکی اینا رو کنده، این زیر پر سوراخه که موشای صحرایی میکنن و تو خیلیش مارا میرن پاتوق میکنن، واسه همین هر سوراخی رو نمیشه دست زد آورد بالا ببینیم چیه توش. یه چیز هستش این بالای کوه، فکر کنم این کوه اینجوری بالاش تو کل این سینه کوه باد جمع میشه و این بادا فشرده میشن میان این بالا و بالای کوه باد خیلی زیادیه. اصطلاحا بچه پاراگلایدر باز به این میگفتن تاج کوه، بالای تاج کوه باد خیلی زیادیه و با پاراگلایدر به سرعت های بالایی میتونن برسن از طریق تاج کوه ها. بعد الان نزدیک تاج کوه دارم میشم، بعد دیگه کلامولا رو باد میبره، خودم باد میبره، اصلا باد شوخی بردار نیست، یعنی کوه های اون وسطی که نشون میدادم مثلا یه همین اون وسط سرعت باد 80 کیلومتر 100 کیلومتر شل کنی رفتی، یه باد شدیدی بزنه هوا به هم بریزه آدم میره. یه ذره ریسکیه این کوههای این شکلی که اصلا جای رفت و آمد نیست، راه نداره. این کوههایی که ما میریم برای راه مال روی داره اون مسیر میریم راهیه که قبل ما امتحان شده و اوکی اون راه، ولی این جایی که راه نداره بی راه کلن داری میری تو طبیعت، یه کار خیلی خطرناکه و من چون این کوها رو میشناسم جرأت میکنم اینجوری بزنم تو دل این کوها، یه همه سوراخشون باشه میشناسم این کوها رو. اونجا زنبور چشمه و دماوند با هم عکس انداختن. اینو یه موش کنده، یه انکبوتم روش تار بسته کاسبی کنه و قشنگ معلوم نیست توش چیه. یه عدد یه مارم توش خوابیده. اینجا هم مار داره هم روتیل داره هم عقرب، با اینکه چه عقرب رو با حالم، با اینکه منطقه منطقه سردیه ولی داره همه رو داره. مار رو میتونم مارا و عقرب های حالت استندبایی دارن، میرن اصلا عقرب رو زیر تخت سرد طوری که سرد بلند کنه خوش جمع کرده تحت زیر اون سنگ خوابیده و اصلا آدم باورش نمیشه چجوری این تونست اون زیر بره، چجوری اون تا دوام میاره. بعد ما رو هم که کلا میان توی جای اینجوری خودشون میخوابونن دور تا دورشون خاک و اصلا یه مثلا خواب زمستونی دارن و این بازی. بعد
مثل بقیه حیوانا نمیبینی که یه 24 ساعت وایسی بتونی ببینیشون که میاد بیرون یا نه. این زیبا تقریبا داریم میرسیم به بزرگوار وقتی دیده میشه رسیدیم به نوک کوه بزرگوار، دیو سفید پای در بند. سلام ایشان، سلام ایران، ایشان ایرانه. دل تا زندم امیدوارم بتونم از گاهی ببینم از. و این اون دره یه که گفتم اینجا شاله چیزه، ولی یو های جایی به بعد قیچی میشه خوره واسه رودخونه لار، اونم که جاده سطح لار و اینم بزرگوار. بالاخره رسیدیم. دعیم چون با دوربینم حس میکنم تنها نیستم، ولی خب تنها بالاخره رسیدم. سپایه دوربینم داره از این ور خودشو نشون میده، میگه فیلم برداری رو شروع کن. خیلی حال داد. حالا از این ور شاید برم پایین، نمیدونم مسیر کوه چجوریه. این کوه های اینجوری زمستونا همه سنگاش خورد میشه میریزه، بعد شکل مسیر عوض میشه، شکل کوه عوض میشه، شکل سنگاش عوض میشه. قدیما که خیلی سخت بود پایین رفتن ازش، ولی شدنی بود. الان اصلا نمیدونم اصلا شدنی هست یا نه، چون یه جاهایی یهو میبینی اصلا یه صخره درازه و راهی نداری دیگه، اصلا ریخته یه تیکه کوه دیگه نمیتونی بپیچی بری یه ور دیگه. ولی حالا میرم اون وری، یه چیز بود برمیگردم دیگه، جایی میرم که بشه برگشت. از یه سری جا هستش خیلی شیبش اینجوریه و تو باید بپری پایین خورد، بعد اون جاها رو بالا رفتنش خیلی وحشتناکه، یعنی نمیتونی سنگارم بگیری بیای بالا، چون اصلا معلوم این سنگا سفتن یا شلن، چون اینجا زمستوناش سنگاشو میپکنه. خلاصه بریم ببینیم به کجا میرسیم، سر از رودخونه لار در میاریم یا برمیگردیم خونه. همچنان با هم هستیم. شما این خوشیل. خب خداحافظی میکنیم، البته دماوند رو دارم فعلا تو منظره، ولی دارم میرم سمت این ور. کجا ببینی از اونجا اومدم بالا، اینجوری دارم از این ور میخواییم که میره سمت لار، که بریم ببینیم میتونیم برسیم به رودخونه لار یا نه. یاد این یه رودخونه است که فوق‌العاده آبش سرده، یه جوری سرده که ماهی قزل‌آلا هم که اونجا زندگی میکنن همیشه از سرما دارن فرار میکنن، یخ میزنن، شوخی میکنن، بخش زندگیشونه. ماهی قزل‌آلا تو رودخونه میرن به سمت بالای رودخونه، خلاف جهت رودخونه شنا میکنن و میرن بالاتر که تخم‌ریزی کنن، و ماهی های قوی تر میان بالا، هم نر هم ماده، و اونجا بارور میشن کلا. اینا هی به سمت بالای رودخونه حرکت میکنن و سیر زندگیشونه دیگه اینجوریه. بعد ولی خیلی سرد آبش. حالا بریم ببینیم میرسیم بهش یا باید بپیچیم گرد کنیم بریم سمت خونه. این مدل سنگایی هن که تو همین زمستونا خورد میشن، بعضن بعضیشون تیزترن به این حالتی. باز همشه همون تیزی رو داره، ولی نه اونقدر دیگه.
قشنگ نمیدونم موشه چیه این دیگه سوراخ نمی کنه این نگار داره می کنه ببینه که می رسی یا نه این چه جایی چیز رو کنه چیزی که می بینه این مثلا ناخون سگ می مونه بیشتر جاش نمیدونم مثلا این چه موشیه چه چیزیه ولی یه موجود اینجا زیادی دنباله یه چیز میگشته معمولا موش گوشم ولی نمیدونم موش انگار تکون که میخورم معلومه چه که در اینجای گروه بیشتر معلوم نیست وقتی این شکلیه یعنی یه همچین حالتیه و من اینجا میبینم معلوم نمی کنم اون پشت در رست یا یه راه باشی به تند زاویه شیب عوض میشه چی کار باید بکنی؟ یه راه اینه که بریم اونجا و ببینیم چی جوریه اما سخته خیلی راهه مثلا تا همونجا رفتن یه رو اینطور راه تو مسیر ناهموار واسه همین میایی حساب میکنی اگه اینجا کوه اینجوریه احتمالا این ور نرم شده چرا؟ چون از قبل یادم این کوه چه شکلی بود داشتم میامدم بالا واسه همین کج میکنم مثلا سمت اونجا نمیرم که بخوام ببینم دره است یا مثلا شیب تنده یا هر چی میام از این ورتر میام پایین که ریسکش کمتر باشه و الکی راه اضافه نرم به خصوص اینکه آب نیووردم و الکی نباید زیادی خودم خسته کنم بهینه ترین حالت ممکن باید حرکت کنم بچه ببینیم پایین اومدنی آدم بعضی وقتا گیر میکنه لای همچین سنگایی درشتی هم که تازه خورد شدن تازه نابود شدن و اینجوری شدن روی اینا پاتو بذاری هم پات میره تو و میزنن ساق پا رو آسیب میزنن بهش هم لیز میخوری معلوم نیست تا کجا وایستی و تا وایستی چقدر زخم و زیل شدی واسه همین تو همچین شرایطی آدم قرار میگیره بهترین اینکه دور و بر یه نگاه بندازه بره به سمتی که این سنگا نیستن معمولا اینجوریه که تو همچین کوهی البته یهو یه سنگی یه چیزی بالا بوده که اونها شکستن یه دسته سنگ بودن که اونها تو زمستون و این حرفا ترکیدن خورد شدن واسه همین یه تیکه است اینجا رو نگاه کنی یه تیکه همچنان از این سنگ هاست اون ورتر خاکه راه دورتر میشه ولی سالم میایم پایین اقلا البته راه دورتر میشه یه نکته ای هم هستش شیب اینجوری خیلی سخت پایین اومدنش اما شیبی که اینجوری باشه آسون تره واسه همین کوه هم زیگزاگی بالا بریم سبک تره هم زیگزاگی پایین بیایم اصلا سر همین خیلی از جاده ها و اینکه شیبش تو کوه ها کم ترشه زیگزاگیه یه مسیر کوه رو میبینیم اونه اینجوری اینجوریه این برای اینه که شیب کمتر شه و کمتر آدم اذیت شه راه دورتر میشه اما شدنی تر میشه قابل رفتن تر میشه این یه نمونه کوچیکه با تو میذاری و میری مردم میشه کجا بگیر فقط میری کله شد خشتک میکنه تو